کجا همه و تعطیله دارن بندایی میکنن. ببخشید این پژوی بژی که بیرون پارک شده مال شماست؟ بله، مشکلی پیش اومده؟ متاسفانه موقع پارک کردن سپرم گرفت به گرگیر شما. البته خسارت چندانی ندیده، فقط اومدم ازتون عذرخواهی کنم. عیبی نداره، از این اتفاقات زیاد پیش میاد. قهوه خونه بسته است؟ کارگرها دارن کار میکنن. چه بد. چطور مگه؟ اینجا پاتوق منه، بیشتر اوقات میام اینجا، برام خاطر انگیزه. چه جالب. منم 20 دیما هر سال اینجا با خاطره همسرم قرار دارم. ولی انگار شما 10 روز زودتر اومدین. یعنی تا 10 روز آینده بنای اینجا تموم میشه که به قرارتون برسین؟ اومدم همین رو مطمئن بشم. جالبه. با اجازه. خواهش میکنم. ببخشید، شما اینجا خاطره داری؟ راستش من مثل شما اینقدر دلگنده نیستم که تو برخورد اول با آدما همه مسائل شخصیمو با ایشون در میون بذارم. با اجازه. چه جالب. الان داری تمام پولتو میگیری، اگه فردا شیطون بره تو جلدت، اگه نخوای به بوکسور من ببازی. من اون جایی که باید میبردم و بردم، کم بوده بردم ندارم، ولی کم بوده پول تا دلت بخواد. با این 800 میلیون کم بوده پولت برطرف میشه. ما قرارم 1 میلیارد بود، بقیهش سر میز بیلیارده. شما چرا اینقدر خرج میکنی؟ تو شاروخ چیه این مسابقه 1 میلیارد میارزه؟ میزو بچین. ببخشید یه لحظه بیا. بسه، تو نمیتونی ببری. تا صبح هم وقت برای باختن هستم، برای بردن. آقا شارو بچین. نمیخواد. اون پسر اونجا واسده 200 میلیون بقیه پولشو بگیره تا تو بازی فردا بازنده باشه. چوبه بذار روی میز بهرام. آقا ما دیگه بازی نمی کنیم، بقیه پولمونو بده. چی داری میگی؟ چرا نمیفهمی؟ من امشب میتونم ببرم. نمیتونی؟ نمیتونی. خودم چک میکشم آقا. میزو بچین. چکت که کاغذه، نقد بذار واسا. آقا گدا، چک من چک بابامه. وقتی میگم چک بابامه یعنی چی؟ یعنی نقد میشه. نه
بقیه پولت. بر ندار پولو، بذار بازی کنم. بس بهرام، چشمتو رو این پولا ببند. من برندم، باور کن. کجا؟ شما نمیتونین برین. کی میخواد جلومو بگیره؟ هیچکی. اون پولا دارم میرم، دارم میرم. باور کن من برندم، باور کن. بردن تو قمار یه افسانه است، یه افسانه از مد افتاده. توی قمار همه بازندن، دو سرش باخته، سرشکستگیه. آره گوشم با توه. چی؟ متوجه نشدم، سر صدای خیابون نمیذاره، بلندتر. آها، پس زنگ زدی که ازت تشکر کنم. تو چهارمین نفری هستی که بهت زنگ زدم. زنگ بعدی به حمیده. خب حالا این زنگ زدنها برای چی هست؟ میخواستم بهت بگم فردا مسابقه انجام نمیشه. نمیشه؟ چرا؟ چون محل مسابقه لو رفته. چون پلیس اونجا بوده. پلیس؟ اونجا دیگه مطمئن نیست برای انجام مسابقه. تا پیدا کردن جای جدید باید صبر کنیم. از کجا فهمیده؟ عباد که به گم و گور بودن کارایی که میکنه مطمئن بود. اگه تیکه میندازی که به گوش عباد برسونم، میدونی که نمیرسونم. عیب شد، آماده بودم برای بردن. پس آماده بمون تا موقع مسابقه. کی بود؟ قرار بود با رسول بیای جایی که من بهت میگم. بی رسول اومدی جایی که من اجازه نداده بودم. الو، گفتم آماده بمون تا موقع مسابقه. هنوز وقتش نشده که. تلفنی که قطع کردم یاد چیزی افتادم. من یه محل امن و مناسب سراغ دارم واسه مسابقه. چه خوب. این چه خوب یعنی چی؟ معنی خاصی نداره، اما این محل جدید از کجا یه هوی سبز شد؟ از آستینم. از خلاقیتم. خلاقیتم که میدونی آنیه. کجاست؟ به عباد نگو که من محل مسابقه رو پیشنهاد دادم. نگو، چون اصولا من و اون از هم خوشمون نمیاد. مهم اینه که مسابقه انجام بشه. بابت این نگفتن چیزی هم دستمو میگیره؟ این حرفتو میذارم پای شوخی، چون تو اونقدر هم دلیل نیستی که بابت هر کاری و از من پول بخوای. فقط یه چیز، مسابقه باید انجام بشه. باشه؟ انجام میشه. میدونستم با تو زود به توافق میرسم. چی شده؟
چی شده؟ مسابقه دیگه. هیچی، فقط آدرسش عوض شده. چرا؟ مهم نیست، همه چی حل شده. جاشو من دارم، مکان جدید مسابقه. تو که همچین مکانی نداشتی که به این سرعت روش کنی. سار زیاد میکنی. چی شده پسره نیومده دنبال پولش؟ گفتا رنگ پولو نبینه نمیاد مسابقه بده. همین شبونه. همین شبونه؟ گفته من بیام. میخوای بده، میخوای نده. ببخشید، ایشون چکم قبول میکنه؟ حالا هی مسخره کنا. بیا چکشو بگیر، ببر بنداز جلوش. فایزه کجاست؟ داداشش اومد دنبالش برد. داداش شناس شده. میخوایم به خاطر رسول ما همه فک و فامیلاشو زیر خاک کنه؟ ببین مریم، غم داری میدونم، قصه داری میدونم، اما نمیذارم زبون درازی کنی. زبون درازی نیستش، پدرش بیمارستانه. چرا؟ قلبش، به خاطر رسول. تو به رسول شک داری؟ نه به اندازه شما، ولی به فایزم حق میدم. رفتم یه چند تیکه لباس از خونه بیارم، فکر کردم فایزه پیشته. اگه میدونستم تنهایی موبایل رسول رو گذاشت که یه وقت تو رو درواسی نمونه. رو درواسی چی؟ رو درواسی یه تصمیم. به جای که بالا سر بابامون باشی پشودی رفتی اونجا چی کار؟ خونه آبجی رسول خانه میگم. فائزه، قلب بابا دیگه به یه قرص آمپول و اینا رضایت نمیده. ببینم این رسول چقدر ارزش داره. تو بالا بری پایین بیایی قربانی شدی. یه قربانی بس نیست؟ حالا آقا جون، مادر، من، همه رو باید بذاری پای اون؟ پای نامردیش؟ وقتی بعد از آری با آقا جون سر رسول حرفم شد و قلبش گرفت، گفتم میرم همه چی رو تموم میکنم. رفتم پیش مادرش که بگم هاش خانم منو به خیر و پسرتو به سلامت، اما نتونستم چشای اون زن داغدار نگاه کنم و بگم همه چی تموم شد. به مریم گفتم دیگه همه چی بین من و رسول تموم شد. حالا راحت شدی؟ بسه دیگه سرکوب، بسه قلم به سلامه کردم باری من، بسه. بریم به همه بگین تمومه، به قلب آقا جونم بگو تمومه، بگو رسول مرد. خوبه؟ میخندی؟ نشستی اینجا به امید اینکه من ببرم و پولتو بگیری و بریم. نشد که ببرم. این شب و شبای من نیست، شب باخت، شب سفراخ، روزا خواب. من بازندم پسر، پیش خودم
پیش بابام. اما موقت فعلا. بابات؟ دوست داشت من بشم بشم مهند چه میدونم یه فخی مثل خودش، رئیس، زرنگ. اما این زرنگی ها یه حال و اوضاعی میخواد که تو فاز من نیست. این که تو فازت نبود چرا بهش نگفتی؟ نمیشه پیداش کرد. یه خط تلفن داره از نوع همراهش با یه اتاق این و گاف صندوق. گاف صندوق؟ از نوع نسوزش، رمز دارش، کد دارش، خود گاف صندوق. تو نمیتونی رانندگی کنی؟ کی گفته؟ حیف نیست بری چپ کنی با ماشین و نشگی و فردا رو نبینی؟ یه باخت جدید رو نبینی؟ 200 میلیون منم لوتی خورشه؟ سویچ. باشو. پاش شیشه رو بزن. چی مصرف میکنی که اینجوری بد حالت میکنه؟ مهم نیست چی مصرف میکنم، مهم اینه که اینقدر دوست دارم بزنم که همه چی رو فراموش کنم. یکم از خوبیات بگو داداش. خوبیام ته کشیده، حالم بده. منو برسون به تختم، گازشو بگیر.
بیا بیرون، بیا بیرون، باش که نشید. بیا یواش. چقدر سیگار میکشی بابا؟ الان جلو اونو نگیرم. اسمش رو بگو رد شد. چی چی؟ اسمش رد دیگه چیه؟ بگو، بگو بهرام، بگو رفیق بهرام. رفت آمده اینجوری من عادت دارم، فشارم افتاد. بابا در تو گاف صندوق نهید بیرون یه وقت. چراغ اتاقش خاموش. کدوم بر ببرم؟ بالا بالا. سلام آقا بهرام. سلام. رفیقمه. یواش یواش رسید. چه بلایی داری سر خود میری پسر؟ چشم سیاهی میره. یارو گنده کی بود؟ جیره خور من مجیزگوی آقا. ببینم اینجاست؟ این اتاق نیست، این اتاق بابا من. بیا آروم باش. بیا بخواب استراحت کن. رسول قربون دستت اینو بذاری کشه. بد نمیاد یه اتاقی به این تمیزی داشته باشی؟ کلفتمون کاریه. اعلان کو اولی رو کار گذاشته. مرکز مرکز. در موقعیت مستقر هستم. چشم بر ندارید، مراقب باشید. اطاعت.
از میکروفون سومی خبری نیست، انگار هنوز کار نذاشته. حالا یه وایدا به گوش باشن. واید 18. واید 18 به گوش باش. واید 18 موقعیت. ول ول تو خونه مردم میگردی؟ فهمیدنی که اینا چیه خیلی راحته، سخت نیست. چرا؟ برای کی؟ واسه چی اینجا هستی؟ عباد که بیاد جمعمون جمع میشه. به کی زنگ میزنی؟ عباد؟ آره. نزن. چرا؟ چون تو میگی؟ چون عقل میگه. آره اونا میکروفونه، قطعش کن تا وسط توضیح بدن. یه گوشم با توه، بنال بینم. آخه جفت گوشتو لازم دارم. قطعش کن، قطعش کن تا بهت ثابت کنم زنگ نزنند به عباد به نفع جفتمونه. نفع منو عباد تعیین میکنه. میدونی فرق زنگ زدنت با زنگ نزدنت تو چیه؟ پایین اومدنت از چوبه داره. بس قطعش کن، قطعش کن، دو کلام با هم حرف بزنی بعد. فقط دو کلام، نه بیشتر، فقط دو کلام. خب چی میخوای بدونی؟ این که تو کی هستی؟ واسه چی این میکروفون ها رو کار گذاشتی؟ خودت چی فکر میکنی؟ من؟ آره. یا اصلا کسایی هستی که از عباد بعدشون میاد و یا رقباش یا پلیس. 22-22-18 مرکز به گوشم. خبری نشد؟ خیر قربان، هنوز از خونه بیرون نیومدن. پلیس انقدر بهتون نزدیکه که حتی ضربان قلبتون هم میشنوه. پلیس؟ آره پلیس. چرت نگو، عباد دنبلا طلبده نیست. عباد کسی نیست که اجازه بده پلیس تا تو دقیقه کارش جلو بره. تو فقط یه لاشخوری از طرف رقبای عباد. بس کافی از همین پنجره بیرون رو نگاه کنی تا بفهمی همین عبادی که میگی چند وقته که جاش سر خورده و خودش خبر نداره. به همین خیال باش. اونجا هیچ خبری نیست بچه. چرا اونجا خبری هست؟ توی تاریکی، توی گوشه کوچه. ببینم تو فکر میکنی من کی هستم؟ واسه چی با میکروفون اومدم تو این خونه ها؟ پلیس عباد خوب میشناسه، شغلشو، سابقهشو، دورورشو، اونا از همه چی خبر دارن. یعنی پلیس همه چی رو میدونه. اگرم میبینی تا الان نیومده سر عباد زیر دستاش، واسه خاطر اون محموله است. اون محموله که تو راهه، اون محموله که میخواد بدونه کی و کجا وارد میشه. تو فقط فضولی هستی که یه سری اطلاعات داری، فهمیدی؟ جناب سرنگ الان حدوداً یک ساعتی که اون توه، میترسم بلایی سرش اومده باشه. حفظ جون اون اول شرطه. میدونم. من 5 دقیقه دیگه بهشون وقت میدم، بعد بریزیم اون تو. تو این 5 دقیقه شاید اتفاق بدتری بیفته. چاره چیه؟ موبایلت در دسترس باشه. بله قربان. این یه معجزه است واسه تو، یه معجزه که بتونی خودتو نجات بدی. پلیس منو فرستاده تو خونه عباد که میکروفون کار بزنم تو تلفنش تا بفهمن اون محموله قراره چه وقتی و کی وارد بشه، بعدم بریزن سر همتون، از اربابت گرفته تا توی حقوق بگیر. خفشو این خوش زبونی ها رو واسه عباد بکن. اینو به عباد بگم که هر جایی هست دره دره و تو بدبخت بیوفی تو هچل. کدوم هچل؟ از اینکه پلیس بیرون خونه هست. چرا باید عباد بفهمه و استفاده کنه؟ خب تو استفاده کن که میفهمی، حساب تو از اونا جدا کن که تو نشی اعدامی. هی فکری برات نداره، من چرت و پرت تو کدم نمیره، فهمیدی؟ فقط با یه تلفن میتونم بهت ثابت کنم که همه حرفام درسته. از این که اون بیرون یه سری پلیس هستن که حواسشون به تک تک ستاره های آسمون پشت بوم این خونه هست. ده بجوم. مرکز 18، مرکز 18. 18 به گوش باش. 22-22-18
به محض اینکه نیروهای پشتیبانی رسیدن عملیات شروع میشه. تمام. اعلام کنید نیروها تو محل مستقر بشه. بله. کلیه نیروها توجه داشته باشن. کلیه نیروها توجه داشته باشن. هر چه سریعتر به محل ماموریت اعزام. لعنتی به اندازه یه تلفن کردن ریز کن. بگو شماره تو. گوشی رو وردار سرگرد، جون مادرت گوشی رو وردار. یه بار دیگه بگیر. الو دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off. بس این اداها با هزار تا اتفاق امکان داره افتاده باشه. چه میدونم، شاید شارژش تموم شده. بابا یه دقیقه از این خراب شده که بری بیرون میفهمی حرفم درسته. حرفشو پلیس بیرونه. خیلی خوب، پس باید به درک واصلت کنم درم. فراری تو کار نیست داداش، با تو این خونه بیرون نمیتونی بذاری. مگه باید تلفن که من بزنم؟ گم شو همینجا میمونی تا عباد بیاد حسابت برسه. 18-18-22 خیلی خوب دارم میام. بفهمه شارژم تموم شده بود قربان. جناب سرنگ داریم میریم که سرشون خراب شه. بی سر و صدا باشید تا برسیم. هیچ کاری نمی کنید. مفهومه؟ تمام. دو دقیقه دیگه اونجا. نیروها رو تو چهار جهت خونه مستقر کنید. سلام، خسته نباشی. سلامت باشید. چه خبر؟ همه چیز تحت کنترل قربان.
ببینم تو چجوری میتونی به درد من بخوری ها؟ الو پس چرا جواب نمیدی؟ کجای رسول؟ سرگردن اینجا برید دور شید از اینجا یعنی چی؟ حالا باید به تو هم توضیح بدم تو حرفامو باور کنی؟ بابا از اینجا برید دور شید تا سر کله باد پیدا نشده داشتم آخرین میکروفون کار میذاشتم که گرفتنم همونی که منو گرفت بهش گفتم من کیم و واسه چی با میکروفون اومدم تو این خونه بهش گفتم که فقط لنگ تاریخ ورود و محموله ایم و مکانش وگرنه تا الان پلیس همه شونو گرفته بود بهش گفتم که باید خف خون بگیر و با ما همکاری کنه از 22 به کلیه نیروها از 22 به کلیه نیروها عملیات فعلا کنسل شده برگرد عملیات کنسل شده برگردیم تمام شده. آقا بهرام دوباره زیادی روی کردن من میرم آقا باشم سلام شب طولانی بود سرگرد سرد و طولانی اذیت شدی نه؟ تمام میشه